سلام، سلام به همگی. خوش اومدین، خوش اومدین به یک روز دیگه و یک لایو دیگه. برای عزیزانی که تازه به این صفحه به پیج من اومدن، خوش آمد بهتون میگم. امیدوارم که صفحه من خدمتش رو به شما بکنه. من حدودا الان 7-8 سال هست که تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارم. اگر در مسیر زندگیم درسی بوده، یادآوری در واقع بوده، خردی بوده، آگاهی بوده، کمکی بوده، دارو و دوایی بوده، میام اینجا تو این چند سال با بقیه قسمتش میکنم. چه حالا کپشن باشه، چه شعر باشه، چه دکلمه باشه، لایو باشه، استوری، هایلایت، پادکستام، کتابم، به هر فرمی که احساس کنم آگاهی که دوایی به درد من بوده رو با بقیه قسمت میکنم. اگر تازه به این صفحه اومدین، خوش آمد بهتون میگم. امیدوارم که این صفحه خدمتش رو به شما بکنه و شما ماندگار باشید اینجا. احتمال این وجود داره که من با حالا یه سری حرفا و یه سری کلمات مقاومتی در شما ایجاد کنم، احتمال این وجود داره مبارزه‌ای در شما ایجاد کنم، یا قصد که این نیست، ولی امیدوارم که ماندگار باشیم، که اون وره این دریچه و اون وره نظرگاه خودمون رو بتونیم ببینیم. من تا الان تو این چند ماه گذشته خیلی لایو رفتم، لایو خیلی زیادی داشتم با موضوعهای خیلی متنوعی که شما میتونید توی یوتیوب من و توی تلگرام من اینا رو نگاه کنید، دانلودشون کنید. هنوز دو تا لایو آخر رو آپلودش نکردم، ولی هنوز تو صفحه اینستاگرامم هستن، شما میتونید اونا رو نگاه کنید. موضوع خیلی متفاوتن و معمولا هم موضوعی که میام توی لایف ها در موردش صحبت میکنم یا از چیزی بوده، مثلا نظر و نگاهی بوده که اون هفته حالا خیلی بهش یه تعامل بیشتری روش کردم، یا نیت روز بوده، یا مانترای بوده که روی سطح اومده که اومدم با بقیه قسمتش کردم و حالا یه ذره بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یا سوالاتی بوده که این پایین نوشته شدن، سوالاتی که توی یوتیوب هم یا توی کامنت ها برام می نویسین و خب یه نظری میشه که یه نگاهی میشه که بیایم در موردش صحبت کنیم. اگر این لایف ها رو دوست داریم دارم برای بقیه بفرستین. امروز دوست دارم در مورد، قبل از اینکه برم سراغ سوالات، دوست دارم به سوالات جواب بدم. قبل از اینکه برم سراغ، بذار من گوشی ما یک لحظه اجازه بده بسخواهی میکنم. صدای منو داریم؟ صدا ما اگه دارین، من موضوع امروزم رو با تون قسمت کنم. Amazing. یه ویدیوی چند روز پیش از من با مجله الف، یه من مصاحبه ای داشتم که بیرون اومد و حالا در مورد اینی که من از سن کودکی کلاسای بازیگری رفتم و مسیرم رو اینجوری شروع کردم و مدرسه و دانشگاه و رفت جلو و خب تو این مسیر حالا در حد توان خودم که خیلی اصلا ناچیز به خودشناسی برای خودم رسیدم و حالا بقیه رو همراه کردم و در مورد اینا صحبت کردم و خیلی کامنت و حتی دایرکت مسیج گرفتم که چقدر خوب که از بچگی میدونستی رسالتت چیه، میدونستی میخوای چیکار کنی، چقدر خوب که آدم گمراه نباشه یا گم نباشه یا گیج نباشه. من گیجم، یا من مسیرم رو نمیدونم، یا من رسالتم رو نمیدونم، یا صدام نیست. اگه صدام نیست لطفاً از لایو بیاین بیرون و بیاین تو برگردین تو ببینین هست یا نه، اگه نه ضبط شده شو میتونین گوش بدین. خیلی اینو نوشته بودن که ما الان نمیدونیم مثلا رسالتمون چیه و این خیلی گیجی برای من ایجاد میکنه و یاد یه خاطره انداخت منو این و دوست داشتم بیام اینو با شما صحبت کنم. خاطره که یک لحظه، یک نگاه، یک چیزی رو به یاد آوردم که این قضیه رسالت الان خیلی، یا هدف، یا اینی که با زندگی میخوام چیکار کنم، اینا الان خیلی
وقتی که میایم تو شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم هر کسی داره یه کاری میکنه یا هر کسی حالا موفقیت به هر معنایی میتونیم معناش کنیم ولی به نظر موفق میان همه و خیلی این بیشتر تازه آدمو گیج میکنه. یاد یه دوست خانوادگیمون افتادم که خیلی سال پیش ما با اینا دوست بودیم به نام آقای دکتر تایید. خیلی مرد نازنینی بود این شخص، الان در قید حیات نیستن. بحث خیلی سال پیش، من شاید 10-12 سالم بود که آخرین بار ایشون رو ملاقات کردم، ولی خب ما هر چند وقت یه بار ایشون رو میدیدیم و یادم اومد به این داستانی که این شخص توی خونهش، پشت خونهش با یه، شما در نظر بگین یه باغ خیلی بزرگی، یه شرایطی رو ایجاد کرده بود که کندوی عسل، زنبورها اونجا لونه میکردن، زنبورها اونجا لونه میکردن با چه سایزی و چه فرمی، و یه مسافت خیلی زیادی اونجا انگار یه جایی شده بود که یه جای امنی شده بود که این اتفاق بیفته. داشتم به یکی از کلاینت هام توی یه جلسه لایف کوچینگ میگفتم و گفتم که رسالت ما همش برمیگرده که چقدر اصیل هستیم، چقدر به اصالتمون وصلیم، چقدر به منبعمون اصلمون وصلیم، همش برمیگرده به اون. و یه نفر میتونه هیچ کار خاصی نکنه، کار خاص به معنی این کارایی که ما بیرون میبینیم، ما بیرون همه جا میبینیم، این کار رو با زندگی کرد، این سنتر رو زد، این مرکز رو زد، اینجوری به دنیا کمک کرد، به این آدم ها کمک کرد. و یه نفر میتونه تو خلوت خودش انقدر با خودش و وجود خودش آرام باشه، راحت باشه، در پذیرش همه ابعاد خودش باشه، اونایی که حتی باش در کلنجاره، انقدر یک محیط پر از آرامشی رو ایجاد کنه که برای دنیای بیرون از خودش بتونه یه شرایطی، یه انوایرمنت، یه محیطی رو ایجاد کنه که حتی موجوداتی که ما فکر میکنیم در توهم این هستیم که نمیفهمن یا ما اشرف مخلوقات و این چیزا، اونا میتونن از اون محیطی که ما درست کردیم استفاده کنن. و همه رسالت ما، خیلی ها در توهم این هستن که وقتی یه نفر به خیلی افراد کمک میکنه رسالتش رو انجام داده، وقتی که یه کار خیلی شق و خیلی عجیب غریب میکنه رسالتش رو انجام داده، وقتی که صداش تو اخبار و این چیزا میپیچه این رسالتش رو انجام داده، در صورتی که رسالت ما ایجاد یک محیط بسیار اصیل و امنه، سیفه، که خودمون بتونیم توش راحت نشست کنیم و انوایرمنت و محیطی که اطراف ما همون هست بتونن از همون تغذیه کنن. و این میشه اصل اون رسالت و این کم کم بزرگ و بزرگتر میشه. یه کتابی هست به نام در جنگل‌های سیبری، مال یه نویسنده‌ای هست که فرانسویه، این کتاب مثل این ممور وجود داره که رفته اون فرد توی این یه سیبری، یه کابینی کلبه گرفته و خودشو تنها توی برف خیلی زیاد سیبری داره زندگی میکنه. و داستان اون حالا یه سالی هست که اونجا داره زندگی میکنه و بحث اینه که تو وقتی که انقدر با اون چیزی که داری زندگی میکنی از صبح تا شبی که هستی، به جای که این بالا باشی، هی قضاوت، هی فکر، هی نتیجه گیری، هی قضاوت، هی فکر، هی نتیجه گیری، فقط باشی با چیزهایی که اطرافت هستن، همون قدری که اونا alive، زنده در لحظه هستن، ما هم نیز همون قد alive، زنده در لحظه، انقدر این هارمونی و زبان همزمانی زیبا کنار هم میاد و رسالت همونجا داره انجام میشه که تو جذب میکنی آدم ها بیان به این کلبه در بزنن بگن کمک میخوای و تو حتی نمیدونیسی که کمک میخوای. وقتی که ما توی رسالتمون نشست کردیم و با خودمون رو آرامش رو داریم، در پذیرش تمام ابعاد خودمون هستیم و حسامون رو حس میکنیم و ازش فراری نیستیم، بدونی که بدونیم استاد خودش حضور پیدا میکنه، بدونی که بفهمیم استاد میاد، کمک میاد، دارو میاد، فقط و فقط به خاطر اینکه
رسالت ما رو درک کردیم که اصیل بودن ماه در لحظه بودن و پذیرفتن اون چی که هست. یه چیزی که خیلی باب شده بود تو دورانی که تظاهرات بود، خیلی از این معلم ها میومدن میگفتن که معلمای معلمی نه، این آدمایی که میکشن بقیه رو چیز و اینا هستن، اینا روحای پیشرفته نیستن و اینا روحای اولیه هستن و اینا، برای همینه پس واقعا آدم نباید دست اینا ناراحت شه و فقط به سمت صلح، فقط باید آدم صلح طلب باشه، فقط باید به سمت صلح. خب یه چیزی که این وسط داره گم میشه و اشتباه داره خونده میشه اینه که جسم ما ناراحت از چیزی که داره میبینه، یه خشمی روی سر میاد، یه احساسی هست و این جسم ما میخواد حس کنه این حس رو، نه که خشممو برم یکی رو بکشم، خشممو بتونم بدوم، خشممو بتونم بنویسم، اصلا مطلع باشم و اشراف داشته باشم که این خشم هست. وقتی که ما به عنوان آدم‌هایی که داریم سعی می‌کنیم رسالتمون رو زندگی کنیم، احساس‌هایی که روی سر میاد و باید بتونیم تشخیص بدیم و به جایی که با کلمات دروغین بپوشونیم بگیم نه ما یک روح پیشرفته هستیم و این روح‌ها اینا نیستن، ما این حسا رو حس نمی‌کنیم، حسا رو حس کنیم، اصیل باشیم با این حسایی که داره روی سر میاد و دروغ نگیم، دروغ نگیم که نه من یاده مثلا من از این چیزا ناراحت میشم. اگه ناراحت میشیم ناراحتیم از چیه؟ چه حسی دارم؟ وقتی که در پذیرش تمام ابعاد خودم هستم و اصالت خودم رو حفظ میکنم، در واقع رسالتم رو دارم انجام میدم و محیطی رو ایجاد میکنم در اطرافم که آدم هم همین رو حس کنن، نترسن از کنار من، هی نترسن که یه چیزی بگم من ناراحت شم، یه چیزی بگم من غمگین شم، میان راحت میتونم با من صحبت کنم، چون من نیز در پذیرش تمام ابعاد اون افرادم هستم. خیلی خیلی این چیزه، فکر می‌کنیم رسالت اینه که من یه کار عجیب غریب بکنم بعد همه بیان برای من دست بزنم و من دنیا رو تکون بدم. نه، رسالت من انقدر من اصیلم با تمام ابعاد خودم، انقدر حسامو حس میکنم، انقدر اشراف دارم به این قضیه که من نیز داروخونه هستم و تمام این میشه شفقت به خود، تمام این میشه دوست داشتن خود، خوب بودن با خود. انقدر در پذیرش همه اینا هستم که حتی از یه جایی توی کلبه در تنهایی خودم اون انرژی هایی که اطرافم از اون نیست تغذیه میکنن، از بودن من تغذیه میکنن، از این چیزی که ایجاد کردم تغذیه میکنن. خیلی سال پیش، 7-8 سال پیش داشتم به یه پادکستی گوش میدادم که اپرا توش حرف میزد و میگفت که من کوچیک که بودم خب خیلی وضع مالیمون بد بود و ما خیلی بیچاره بودیم، فقیر بودیم، بعد آخر هفته ها پدرم ما رو، خیلی هم بچه ها زیاد بودن، تعداد خانوادشون زیاد بوده، میذاشت توی ماشینی از محیط خودمون، محیط سیاه پوستا بود، محیط فقیری بود، میرفتیم محله سفید پوستا و محله که پولدارها هستن در واقع، که پدرمون نمیدونم چه بعد من احساساتی میکنم، پدرم درخت بهمون نشون بده، چون محیط ما، محله ما درخت نداشت و من همیشه وقتی که از تو پنجره تو ماشینی بیرون رو نگاه میکردم میگفتم من یه روزی موفق میشم، وضع مالی خوب میشه و درخت میکارم و درخت دارم توی خونم. و توی این پادکست داشت میگفت یه روز یهو این خاطره یادم اومد و به خدمتکارهایی که کارمندهایی که تو خونه بهم کمک میکنن و کار میکنن بهم گفتم، بهشون گفتم میخوام درختای خونمو، الان یه منشن داره خوب یادم میلیاردره، الان بهتون میگم آقای خانم شریف عزیز، برین درختای خونمو بشمارین که مثلا من 7000 خورده تا الان درخت توی مزرعه هم دارم. دلیلی که اجازه بدید، دلیلی که وقتی که شبکه‌های اجتماعی یا آدم‌هایی که میخوان تبلیغ کنن یا میخوان نشون بدن که یه چیزی خیلی فراوانی زیادی داره، یا همین بلاگرها و اینفلوئنسرها میخوان نشون بدن یه جایی خیلی حالا لوکس هست، من همه چی رو دارم مثال میزنم، میان از طبیعت استفاده میکنن، یه جایی که آب زیاده، استخر داره، دریای زیبایی داره، جنگل، درختای انبوه، میان از خود طبیعت استفاده میکنن، یعنی از چیزی که اصل ما هست
اصیل اصالت ما هست میان استفاده میکنن و آدم ها یهو چششون باز میشه. دلیلی که الان تو منطقه های همین آمریکا اینجوریه، تو منطقه هایی بریم که خیلی دولت بهش اهمیتی نمیده، مالیاتش خیلی بالا نیست، خیلی چیزا اتفاق نمیفته، درخت کمتره، طبیعت کمتره، که آدم ها بیشتر درگیر همین زندگی موشی که توش گیر کردن باشن. بعد که میری تو جایی که وضع مالیشون خوبه، خونه ها هستن دیگه، فاصله داره بین هر خونه، پر از درخته، پر از مزرعه است، پر از طبیعته، یعنی اصالت و اصل ما اونجا بیشتر انبوهش وجود داره. بعد من میبینم که اینجا چیزایی که آدم نظاره میکنه، مشاهده میکنه، میبینم اینجا وقتی که با یه سری آدمایی که حالا تو یه سری چیزا تونستن یه کیفیتی ایجاد کنن، شرکت بزنن، کیفیت ایجاد کنن، آدم اجتماع رو جمع کنن، کیفیت ایجاد کنن، چون تنها کارمون اینه که فقط کیفیت ایجاد کنیم، با یاداوری هایی که وجود داره کیفیت ایجاد کنیم. کیفیت ایجاد کردن و حالا به یه فراوانی و پول و یال هر چیزی رسیدن، نگاه میکنی میبینی این قضیه‌ای که به اصلشون، به طبیعت گردی، به توی طبیعت خودشون قرار دادن، به سکون و سکوت، به چیزایی که بیسلاین هستن بسیار بسیار اهمیت میدن. با اینکه اگه بگی خب مثلا حالا به یه جایی رسیده، الان میتونه خودشو خیلی حالا مشغول تر کنه و حالا خیلی میتونه اتفاقای دیگه بیفته، من میبینی نه، حتما اون کلاس ورزشی، حتما اون یوگاه، حتما اون سکونه، حتما اون آرامشه، اون آروم بودنه، اون طبیعت گردیه، اون هایک کردنه، هر هفته این کارو بکنه، اینا رو حتما نگه میداره. به خاطر که رسالت ما، اصل ما برگشتن به اون اصیل بودن خوده، و اصیل بودن خود بزرگترین تصویرش طبیعته، بزرگترین تصویرش، یعنی دیگه به بهترین حالت میتونی خودت رو بری مشاهده کنی که در پذیرش باشی چه شکلیه، عجله نکنی چه شکلیه، دونه که میخواد جوونه بزنه، حالا خود یه دونه که یه باغ درش عیان میخواد بشه، یه باغ از طریقش میخواد عیان بشه، چجوری تیک تایم میکنه، زمانی که باید به خودش رو میده، طبیعت رو میری نگاه میکنه، میبینی چجوری غرش میکنه و بر میگرده، چجوری همه آنچه که هست رو تجربه میکنه و دوباره ستل میکنه، دوباره از خودش میسازه. اصیل بودن رو خیلی راحت میشه بری تماشا کنی، میشه بری تماشا کنی و رسالتت رو که تصویر خیلی بزرگترش اینجوری روبرومون قرار گرفته بری نگاه کنی. خیلی ها که میان مینویسن وای چقدر خوب که از بچگی میدونستی رسالتت چیه، از بچگی میدونستی چی میخوای، تو هر چی با خود وجودی خودت و این تصویر طبیعتی که جلوته، هر چی در پذیرشش بیشتر باشی، هر چی به منبع و اصل خودت که اون آسانی و روان بودن رو هر روز به هزاران نوع حضور داره و نشونت میده، نزدیکتر کنی خودتو و در لحظه باشی با این چیزی که داره اتفاق میفته و اینقدر ابعاد وجودی خودتو هی تکونش ندی، مقایسش نکنی، لختش نکنی، انقدر هرچی اصیل‌تر رسالتت رو داری انجام میدی و هرچی که در اطراف اون هست گرایش پیدا میکنه به این اصل و منبع این رسالتتون. برای همین خیلی راحت‌تر میتونی اون فرمی که هستی و میتونی توی کاری بذاری، اگر در پذیرش این اتفاق بری، اگر در پذیرش این اتفاق بری. هنوز میگن خیلی ها گیجیم، نه من نفهمیدم، من نفهمیدم، یعنی من هر چیزی که هر چقدر اصیل تر باشم، در پذیرش خودم باشم، رسالتم نزدیکترم. بله چون اون موقع هست میتونی بفهمی کیفیتی که هستی، هدیهی که هستی رو چجوری توی یه کاری، توی یه نوع انرژی خرج کنی. ولی وقتی که نگاه من به خود من، به این جسمی، به این منبعی که غرض معبدی که غرض داده شده به من، نگاه هم اینه که این تیکم خوب نیست، اینجا خوب نیست، این به دردم نمیخوره، همه نگاه بدی دارم، من دنیا جای بدیه، من اینو دوست ندارم، این به دردم نمیخوره، آدم ها دروغگوان، همه نقاب میزنن، هیچی خوب نیست، من که اصلا به درد این کار نمیخورم، وقتی نگاه هم همش اینه و از اصل و منبعم دورم، تو این نمیتونم اون رسالت رو اجرا کنم. حتی اگر رسالتم به این باشه که برم من این کارو بکنم، این شرکتو بزنم، این آزمایشگاهو بزنم، این اختراع رو بکنم، این هنر رو ایجاد کنم، بعد اون موقع رسالتمو دارم انجام میدم، هنوز نفهمیدیم،
هنوز نفهمیدیم که از جایگاه اینی که کمم برم بشم، کمبود دارم برم به دست بیارم، خوب نیستم خوب بشم، ارزشمند نیستم، یعنی اصلم رو هی زیر سوال بردم. با زیر سوال بردن این اتفاق میخوام برم برسم به یه جایی که اون رسالت اون موقع اجرا بشه. نمیشه. رسالت من موقع اجرا میشه که من انقدر اصیلم، انقدر اصالتم، برام با پذیرش تمام ابعاد خودم تو این لحظه‌ای که همینجا نشستم و هیچ اتفاق دیگه کاری ندارم، انقدر در پذیرش اینم، انقدر در قضاوتی که این خوب این بد این بد، انقدر در این نیستم، چشم باز میشه که هر چیزی رو به همون فرمی که هست نگاش کنم، بپذیرمش، کلنجار باش نرم. انقدر اصیلم که تو باغ حیات پشتیم زنبورا میتونن بیان لونهشون رو بکنن، کارشون رو بکنن، که ما الان میدونم هزاران جا خوندیم که بدون حشرات مخصوصا زنبورا انسان اصلا حیات نمیتونن بکنن، زیست نمیتونن بکنن. یعنی من یه جایی ایجاد کنم که این زنبورا بتونن بیان. اینقدر اصیلم، اینقدر جایگاهشو ایجاد میکنم از نظر هم انرژیش، هم محیطش، هم سویلش، هم خاکش، هم همه چیز که این اتفاق بیفته. رسالت از این بزرگتر، از این بیشتر. خیلی ها میان مینویسن وقتی که من میام مثلا یه سری از داستانای حالا مثلا این کلاس رفتم این کار کردن دارم میگم چقدر خوب که از همون موقع میدونستی، تو همین الان هم که داری به این لایف گوش بدی همین الان هم میدونی، فقط پذیرشش سخته. همین الان هم میدونی که هرچی اصیل تر باشی اصلا تو میتونی سر جات بشینی، انقدر در پذیرش این دنیا و اون چی که هست بدون قضاوت باشی که اصلا آدم های دورت با یه جور دیگه صحبت میکنن، اتفاقای جور دیگه برای تو آنفولد میکنه، باز میشه، و موقع رسالتت اصلا چیز سختی نیست، اصلا چیز سختی نیست، اصلا به این نیست که بیایی یه کار خیلی عجب غریب انجام بدی، اصلا همش به اینه که انقدر با وجود خودت در صلح هستی که به عنوان یه مادر، به عنوان یه پدر، به عنوان یه خواهر و برادر، که یه کسی که میاد کنارت، اون فرزندت که میاد کنارت میتونه خودش باشه، و این اوج اون رسالته و اجازه میدی همه چیز در کنار تو بشکفه. یه جمله خیلی مشهوری هست که میگه وقتی جهان هستی نطفه و دانه یک رویا، یک ایده، یک لحظه در تو کاشت، به دنیای بیرون از خودش و خودتو نگاه نکرد، به ایمانتو نگاه کرد. اینکه یه لحظه یه الهامی به ما داده میشه و ما یکی میشیم، نفسمون و جانمون و آنچه که هستیم یکی میشه با تمام این جهان هستی، که اون دانه رو بفهمیم، که اون نطفه رو یک لحظه کشفش کنیم، همش به اون ایمان من برمیگرده. در صورتی میتونه اون ایمان قوی و قوی تر شه که من در پذیرش تمام آنچه که هست برم و بگم من چجوری میتونم از طریقش بسازم، منی که خود خلق و خالق هستم، جدا ازش نیستم. وقتی که جهان هستی ایده یا نطفه، هر چی که شما اسمش رو میزنید، در دل خودش ما قسمتی ازش هستیم، کاش که اون رو رشد بده به دنیا، این که تو ما موقعی حمایتگر داری یا نداری، پول کافی داری یا نداری، جات خوبه یا جات خوب نیست، سب کنیم تا جات خوب بشه، سب کنیم یه همسر گیرت بیاد که عاشقت بشه، یه دوستی داشته باشی که خوب باشه، به اینا نگاه نمیکنه، به هیچ کنم از اینا نگاه نمیکنه، به ایمان تو نگاه میکنه. که نمیشه توضیحش داد، به اونی که نمیشه توضیحش داد، که کلمات بسیار محدودن براش، به اون نگاه میکنه. و من و تو وقتی میتونیم رسالتمون رو
درکش کنیم، این دونه، این نطفه رو درکش کنیم که اصیل، نزدیک به منبع، نزدیک به اون اصلمون، بتونیم روزانه نفسش بکشیم. بله بله، شمایی که میایین مینویسین چقدر خوب که از قبل میدونستی، از بچگی میدونستی، خود تو هم همین الان میدونی. اجازه بدین یه سوال رو جواب بدم. بذین این سوال رو جواب بدم. پس اون سختی هایی هم که پیش میاد جز رسالت انسان هست. اون سختی هایی که پیش میاد رسالت تو اینجا روی سر میاد که چجوری کیمیاگری از طریقش میکنی. اون سختی هایی که پیش میاد، سنگینی هایی که پیش میاد که ما این روز تر توهم هستیم که اگه به یه جایی برسیم اون سختی ها دیگه نیست، فکر میکنیم باور نداریم که دنیا تضاده، روز شب دم باز دم، سبک سنگینی، سختی، آسودگی باید هر دو باشه، تر توهم این هستیم که یه روزی سختی ها نیست، بچه هم مهاجرت میکنه من حالم خوب میشه، نه همسرم دست از اعتیاد برمیداره من حالم خوب میشه، نه چک برگشتیم درست میشه من حالم خوب میشه، نه نیست. خیلی الان حرف خیلی رو ناراحت میکنه، حرف من خیلی رو ناراحت میکنه. ای خب من میدونم وقتی که این درست بشه حالم خوب میشه، خب بعدش یه چیز دیگه میاد که حالت بد میشه. تو باید یاد بگیری که وقتی که اینجوری تو این شرایط هستی چجوری از طریقش کیمیاگری کنی، چرا اینو اصلا جذبش کردی، چرا 50% این رقص هستی، قربانیش نیستی، سر من و تو نمیفته. ما میخوایم که از طریقش بیداری اتفاق بیفته. اینا اون سوالاییه که باید بپرسیم. سوالا اینا هستش در واقع، اون سنگینیایی که ایجاد میشه که میگی آیا اینا جزء رسالت ما هست، جز قسمت رسالت و اصیل بودن ما. اون قسمت میگم اصیل باشیم اینه که این سنگینیه هست. من هر چقدر اصیل تر باشم، میگم به جای که بگم هر چقدر دور باشم از اصلم، میگم سرم افتاده، من چقدر بدبختم، من خلق و خالقی که هستم و درک نمی کنم، میگم نمیشه کارش کرد، همینه که هست. میگم آها این سنگینی اتفاق افتاده، من چجوری جذبش کردم، چجوری دارم قضاوتش میکنم، چجوری من رو تعریف میکنه، کجای نقطه وجودی ماشه من رو میکشه که سنگینیش رو حتی بدتر میکنه، من چگونه میتونم این کمبود، این سنگینی، این چیزی که تضاد هست رو برعکسش کنم خداگونه. و این رسالت من، هر چقدر من اصیل ترم سوالام این شکلی تره، سوالام این شکلیه. چشم سوالا رو میخونم. خب سوال همین الان نوشتیم، یعنی بریم تو دل حوادث برای اینکه کامل بشیم؟ سوال اشتباهه. ما کامل هستیم. از طریق این کامل بودنمونه که باید بتونیم نگاه کنیم. برای چی شما حافظ میخونیم؟ برای چی من و شما اشعار حضرت مولانا رو میخونیم؟ چون میخوایم از نگاه عشق، از نگاه اصلمون، از نگاه خداوند، از نگاه آسودگی، از نگاه رقص و جریان زندگی به مسئله نگاه کنیم. اگر یک نگاه من برترم اصلا بود، چجوری به این مسئله نگاه میکرد؟ از طریق کامل بودنت که نگاه میکنی شرایط فرق میکنه، ولی از طریق کم بود، من سرم اومده، من قربانیم، من بدبختم، باید برم کامل بشم، رسالتمو به دست بیارم که بتونم کمک کنم که کامل بشم، کافی بشم، مفید بشم، دوست داشتنی بشم، ارزشمند بشم. وقتی که بشم در آینده ها هست، یعنی در توهم هستیم. اصلا سوال اشتباهه. قربونت برم. از طریق اون نگاه من برتر، نگاه اصلمون، نگاه رسالتمون، یعنی هرچی اصیلتر، نوع سوالایی که ایجاد میشه را حتی باید نگاه کنیم. بچه ها ما این یک شنبه گرد همایی داریم. یه فیلتری اومد رو صورت هم. چجوری؟ این یک شنبه ما گرد همایی داریم.
جمعیت که ظرفیتی هم که میتونیم دریافت کنیم فقط 1000 نفر هست. همیشه هم سل اوت میکنیم و بچه ها میان میگن رود لحظه آخره، روز آخره میگن ما میخوایم ثبت نام کنیم. اگه میخوایی ثبت نام کنین لینکش تو بایو پیجم هست، تو استوری هم میذارم. گرد همایی ما توش مانترا میخونیم، مدیتیشن میکنیم، سوالا رو جواب میدیم، لایف کوچینگ داریم. خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه، اصلا انرژی کلاس خیلی بالاست. و این یک شنبه گردهمایی ویژه ما هست که هر چند وقت یه بار اجراش میکنیم. این گردهمایی شفقت به خود، دوست داشتن خود، موضوعش اینه. 3 ساعت هم هست، دوست دارین ثبت نام کنین و به ما بپیوندین. و این سوال هم حتما جواب میدم که آیا ما مسئولیم رفتار نادرست والدینمون نسبت به خودمون رو تغییر بدیم یا دوری کنیم از اون فضای منفی. قبل از اینکه هر کدومی دوتا رو انتخاب کنین، ببینید هر دوش اکشن عملمون به خاطر اون فرد روبرو هست. من از تو به تو نزدیک شم، به تو یاد بدم یا ازت دوری کنم، هر دوش استاپ کن. اسمت امیررضا بود عزیز دل، امیررضا. هر دوش استاپ کن، ببین چی رو در تو ماشی، چی رو در تو میکشه. اول به اون کار داشته باش، اول اون رو خونسا کن. وقتی که اون رو خونسا کردی، از محل خونسا، از محلی که به اصلت نزدیکی، میتونی تصمیم بگیری که آیا من همچنان میخوام توی محیط بمونم یا نمونم، آیا میخوام یه مرزی بذارم یا میخوام دوری کنم. اون موقع میتونی تصمیم بگیری. تو محیطی که خیلی مقاومتت زیاده، این احساساتت خیلی کشمکشش، فاصلش، پاندولش خیلی عقب و جلو داره میشه، نمیتونی تصمیم بگیری. اول ببین ماشه چه احساسی رو در تو میکشه این اتفاق، چجوری میتونی به اصلت نزدیک شی. تمام این لایف هایی که من میگذارم، همه و همه راه حل میدم توش، موضوعی مختلف رو صحبت میکنم، همش به خاطر اینه که بتونیم یه لحظه نشست کنیم، برگردیم عقب، اصلمون، جنس اون حسه، تکسچر، اون جنسش چیه؟ اصل من جنسش چیه؟ من به سمت چه چیزی میخوام روان باشم؟ آسودگی من به چه سمتیه؟ اول ببین ماشه چیو میکشه؟ چجوری میتونی به سمت اصلتو، اصیل بودن خودت، ببری خودتو، مسیرتو اون سمتی کنی؟ بعد اون موقع وقتی که خونساتر هستی، اون موقع میتونی تصمیم بگیری که به سمت یه چیزی بری یا ازش دوری کنی. تو این هین چجوری آدم های درست رو جذب کنیم؟ تو هرچی اصیل تر باشی، اصیل تر جذب میکنی. آدم درست برای تو چه کیفیت هایی داره؟ همون کیفیت ها رو خودت روزانه زندگی کن، نه وابسته به کارت. نه اینکه من حتما این کارو بکنم عزت نفس داشته باشم. بدون اون کاره عزت نفس داشته باش، بدون اصل چیه. بدون من حتما این لباسه رو بخرم بعد حالم خیلی خوب میشه، بدون این لباسه حالت خوب باشه. اون کیفیت هایی که از اون آدم هایی که میخوای جذب کنی داری طلب میکنی، اون کیفیت ها رو جلو جلو بدون مقایسه کردن با دنیای بیرون زندگی کن. اون موقع اونا رو جذب کنی. هرچه اصیل تر، آدم های اصیل تری هم دور خودت جذب میکنی. هرچه گیگی، ما اصلا آدم هایی جذب میکنیم که همون ماشه ای که ماشه ما رو میکشه، اونا رو جذب میکنی که ماشه ما رو بکشن، 50% رقص ما بشن. هرچی ماشه من کمتر کشیده بشه، هرچی در پذیرش تمام ابعاد خودم بیشتر باشم، آدم هایی جذب میکنم که اونا هم مثل من در پذیرش اون ابعاد هستن و کمتر ماشه من رو میکشن و من نیز برای اونا. بله بله. ساعت گرد همایی ساعت 7:30 شب به وقت ایران شروع میشه. 3 ساعت هم هست، ویژه هست، شفقت به خوده. ظرفیت اون 1000 نفر بیشتر نیست. هم از خارج از کشور میتونید ثبت نام کنیم، هم از ایران میتونید ثبت نام کنیم. اینم جواب میدم. و آخرین سوال، ترس از موفقیت چه دلیلی داره؟ دلیلی داره که شما برسی، یکی از دلایل اصلیش این است که شما بیا برسی به موفقیت و اون حسی که فکر میکنی رو بهت نده. چون منتظر حسه از اون چیز بیاد، از اون اتفاقه، از اون موفقیت، از اون به دست آوردنه. برای همین خیلی ها خیلی موفقیت هایی که توی ذهنشون داشتن رو به دست میارن، میبینن هیچ حسی هم نداره، خودکشی میکنن، اووردوز میکنن، دراگ زیاد میزنن، میخوان یه حسی ایجاد کنن، میخوان یه حسی رو ایجاد کنن.
دلیلی که ما به سمت موفقیت میترسیم از وقت بریم اینه که ما میریم میرسیم و اون حسی که فکر میکردیم هم ایجاد نمیکنه. پس ترجیح میدیم تو مسیرش که هی داریم تلاش میکنیم بمونیم که احساس این احساس رو زنده نگه داریم، در صورتی که اگر روی موفقیتی که میخوایم، اون نتیجه‌ای که میخوایم که در واقع نتیجه باید نگرش باشه، اون نگرش رو جلو جلو تمرین کنیم، به تهش هم که میرسیم اتفاق خاصی نمیفته، هم انرژیش هستیم هم فرکانسش هستیم در طول کل مسیر، در کل مسیر از توی فرکانسش هستیم. دیدی آدمایی که پارتنر خوب دارن، وضع مالی خوب دارن، پول دارن، یا اصلا اینجا لاتاری پول تو آمریکا شما میتونی لاتاری پول ببری 50 میلیون دلار یا تو 2 سال 3 سال از دستش میدن، میدنش قمار و فاحشه از دستش میدن، چون هم انرژی اون فراوانی نیستن، هم انرژی اون پارتنر خوب نیستن، هم انرژی اون موفقیت. الان نمیشیم من چرا موفق از موفق میترسیم، چون هم انرژیش نیستی هنوز، هم انرژی شروع میشه حس، چه حسی میخواد در تو ایجاد کنه، این حسو جلو 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 باید داشته باشی، جلو جلو که همون اصیل بودنه، که دوباره برمیگرده به همین موضوع همین لایف، همون اصیل بودنه، همین پذیرشه، همین تسلیم بودنه، همین نظارگر بودنه، همین عاشق بودنه. جلو 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 جلو. من یکی از کلاینت هم داشتم میگفتم من یه دفعه میشه یه شعری مثلا از کتاب The Gift که این پشته یهو میخونم، همون احساسی که قراره یه سری هدفهای ذهنی من برای من ایجاد کنن، همین یه شعر ایجاد میکنه، ازش دور نیستم، همین یه شعر یهو میتونه کل روزمو ببره بهترین جای این فلک، این چرخه، و من اصلا عجیب غریب برام نیست. همون حسی که احساس میکنم اگر این کنارم باشه، این فرد کنارم باشه، اگه من عاشق باشم، همون از یه شعر میتونم بگیرم. چجوری به این نقطه آدم میتونه برسه، من چجوری تمرین کنم به این نقطه برسم، در پذیرششم نگاه حساش میکنم، میبینم چی روی صد میره. خیلی از استادا میگن نه تو نباید ناراحت شی، نباید غمگین شی، نه دروغه، احساسات تو باید بتونی احساس کنی، باید روی کاغذ بیاریش، باید بتونی خشمتو بدویی، باید بتونی غمتو بنویسی، باید به یه انرژی ان اینا انرژی ها رو باید بتونی بلد باشی کیمیاگری کنی، توی یه چیزی بیاری. یه شوی در اومده، این شوه از روی رود ریج اومده. من قبلا توی که لایو هم گفتم، یعنی خشم توی رانندگی. یه نفر بوده که خشم تو رانندگیش خیلی زیاد بوده، میاد خونه میگه بذار اینو بنویسم، میشه و یه اتفاقی بین خودش و یه راننده دیگه تو ماشین میفته، میاد اینو مینویسه، الان شده نویسنده و این شو کلی جایزه برده. یعنی اون خشمش اومده تبدیل کرده، اینا انرژی هن. وقتی که ما یاد میگیریم خلق و خالق هستیم، خود خداوند هستیم، این انرژی ها رو به یه چیز تبدیل میکنیم، اینقدر خفش نمیکنیم. نه استادایی که میگن نه تو اگر بلد بودی اینقدر ناراحت نمیشدی، نه ناراحت میشی، این انرژی رو کیمیاگری باش میکنی، در پذیرش تمامه ابادستی اصل اصالت خودت بیشتر و بیشتر برمیگردی، اون موقع میتونی از اون نقطه تصمیم بگیری، تو اون نقطه میتونی تصمیم بگیری. وقتی که اینجا مخشوشه، صدای سر بسیار بالا، صدای شهود کمه، نمیتونی تصمیم بگیری، برای همین تصمیمایی هم که میگیری به این نقطه خاصی نمیرسه. چرا از موفقیت نمیشه، چرا از موفقیت بعضی وقت میترسیم؟ بخاطر اینکه دنبال یه حس، یه توهم، یه حسی که در آینده وجود داره و الان در لحظه تمام سیستم تو فقط لحظه رو میفهمه. اطرافتو نگاه کن، فقط لحظه رو میفهمه، چیز دیگه ای نیست، آینده ای نیست، گذشته ای نیست، همه چیز در همین لحظه است. الان قلب تو فقط لحظه رو میفهمه، شش های تو لحظه رو میفهمه، رگی که توی خون به سر میده فقط لحظه رو میفهمه، چیز دیگه تو الان 5 ثانیه نزنه، 3 ثانیه خون به مغز نرسه. This is خلاف آسودگی میشه، دیزیز خلاف آسودگی میشه. ما وقتی که در پذیرش تمام اینا هستیم، صدای سر آروم میگیره، صدای شهود بالا میره، موقع میتونیم تصمیم بگیریم یا من از موفقیت میترسم به خاطر که میخوام یه حسی برام ایجاد کنه. چرا این حس رو همین الان ندارم؟ اگه یه با یه شعر میتونم همون جایی برم که اگه یه فیلم خیلی خوب بازی کنم همونجا، من دارم من خودم صحبت میکنم، همونجا میرم، پس من الان اون انرژی هستم، اون فرکانس هستم. اگه یه برکتی تو زندگیم بیاد سری عدسش نمیدم، اگه یار خوبی بیاد عدسش نمیدم، با دعوا و غر و ایراد گرفتن و گیر دادن و بیعتمادی و اینا اون آدم های خوب زندگیمو از بین نمیبرم، هم فرکانسش هستم. منظور از ماشه کشیدن، منظور از ماشه کشیدن اینه که من میتونم الان بگم که مثلا مثال میگم، یکی بیا تو خیلی چیزای ساده بیا مادرم بیا تو خونه بگه که کاش تو یاد میگرفتی آشپزخونه رو بهتر تمیز میکردی، این حالت
در من اگه بدونم یه آدمی هستم که خیلی وجودم بازه به یادگیری، بگم ماما دوست داری چی رو آشپزخونه تمیز بشه، بیا با هم دیگه انجام بدیم، من یاد بده که نه تو ناراحت شی، نه اینجوری با این لحن من دیگه صحبت کنی، کلامت یه ذره آروم تر باشه و منم بتونم راحت تر در پذیرش بشم. یه کسی که ماشاش کشی نمیشه، یه کسی که میگه آه مامان من همیشه قُر میزنه، همیشه گیر میده، بعد میره یه لایه زیرترش میگی اصلا من ارتباط خوبی با این آدم ندارم، بعد میره یه لایه زیرترش میگه که چون همیشه از من ناراضیه، یه لایه زیرترش میگه هی لایه داره زیر اینا لایه است دیگه، میره زیرترش که همیشه ناراضیه، منم چون خودمو دوست ندارم ماشام اینجوری کشیده میشه. شاید یه جمله ساده است اینه که اینو از اینجا بردار نذار اینجا، ولی تو زیر مجموعه تمام لایه هایی که ماشش کشیده شده، یه شرطی شدگیه ماشش کشیده شده، زیرش اینه که مامانم هیچ وقت منو دوست نداشت، پس یعنی من قبول دارم که من دوست داشتنی نیستم. و ماشه که کشیده میشه، من با روی این چیزی که ما رو تحریک میکنه باید نگاش کنی، چیزی که باعث میشه نشخوار فکرمون بالا میره باید نگاش کنی، چیزی که باعث میشه احساسات شدید اگزاجری یا تجربه کنیم باید نگاش کنی در لحظه، چون یه نوع نگاهی بهش داریم، یعنی اون لحظه داریم از اصلمون اصالتمون دور میشیم، اون لحظه داریم دوری رو تجربه میکنیم، برای همین حس بدی داره، کرخت سنگینه، اون لحظه داریم دروغ میگیم، برای همین داریم دور میشیم از اصلمون. تمام رسالت ما اینه که هرچی اصیلتر و به اصلت نزدیکتر، این رسالت ماه. تو میتونی تو خونه خودت، تو کلبه خودت، تو اتاق خودت انقدر اصیلوار زندگی کنی که اون که باید میاد به سمتت، اون کسی که باید میاد به کمکت، اون کسی که باید میاد همش اون چه بایده. دیدی میگن یهو چقدر آبی بهت میاد، چقدر آبی به پوستت میشینه، کاری نکردی بهت میاد، بقیه عالم هم همینن، بهت میاد، به سمتت. هر چی که در پذیرش ابعاد خودت بیشتر، راه حلای زیادی داره، میتیشن کودک درون، اگه این لایه های الان مثلا من یه چیزی گفتم رو بگی، من لایه هامو نمیدونم، من نمیدونم چون ماشم کشیده میشه، من اینو در مورد خودم نمیدونم، ولی نمیدونم چون لایه برداری کنم، میتیشن کودک درون، من یه دوره دارم میتیشن کودک درون، اگر احساس میکنی نیاز داری اونو بردار، هم بچه خارج از کشور میتونن از لینک بایوم ورش دارن، هم بچهای ایران میتونن، نه از توی یوتیوب، نه جورنال، نه مشاوره، نه ورزش، میخوای اعتیاد تو ترک کنی ورزش کن، میخوای نشخوار فکری تو تعطیل کنی ورزش کن، میخوای عزت نفست بالا بره ورزش کن، اعتماد به نفست بالا بره ورزش کن. از میگن mind body spirit، بدن روان، حالا اون ذهن روح، از یکی از این درک ها به خودت نزدیک شو، سه mind body spirit، هر کدومش هم درک خودشو داره، هر کدومش هم درک خودشو داره، هر کدومش یک نوع معرفت رو به وجود آدم میندازه. اگر من و تو سعادتمند باشیم، معرفتش از طریق این سه روش، سه درگاه، درکش به معرفتش به وجودمون میافته. نمیتونی از طریق ذهن وارد شی، نمیتونی لایه برداری ها رو کنی، نمیتونی ورزش کن، از درک بدنت استفاده کن، نمیتونی پیش مشاوره برو، از ذهنت استفاده کن، بالاتر فراتر از خرد جهانی میتیشن کن، با روحت، با این انرژی، با این چیزی جهانی که وجود داره با اون کانکت کن، با اون وصل کن، هرچی اصیلتر رسالتت سریعتر بر تو حضور پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. همین دیگه، اینم لایو امروز ما، امیدوارم تو یک شنبه گردم و یک بیژمون ببینیم اتون. 1000 نفر بیشتر بچه ها ظرفیت نیست متاسفانه، بیشتر از این توی زوم نمیتونیم بپذیریم. اگر میخواین ثبت نام کنین وای نست لحظه آخری، ظرفیت ما پر میشه، لینکش توی بایو پیج من هست، توی استوریام هست. و آخرین کلام، اگر میخواین اصیل زندگی کنیم همه اون با هم دیگه، باید بتونیم اون محیط رو در اطراف خودمون ایجاد کنیم، و برای ایجاد این محیط باید بتونیم درگاه ها و درهای رو باز کنیم که روی این آینه، این تصویر زندگی، اصالت رو، نقشش رو بندازیم که بقیه آدم ها هم ببینن، بقیه هم باید در کنار ما بتونن به اون اصالتشون برگردن و اصیل زندگی کنن که بتونن رسالتشون رو انجام بدن. این لایو رو اگر دوست داشتین برای بقیه بفرستین. شب و روزتون خوش.